خب 11:05 شد. من به دوستان عزیز سلام میگم، امیدوارم که همگی خوب باشین. مرسی که تا این لحظه به جلسه ملحق شدین و امروز اولین جلسه گروهی آنلاین پر کردن فرمای مالیاتی رو داریم با همه دوستان. ما چند جلسه حضوری داشتیم، چند جلسه حضوری هم خواهیم داشت، یک جلسه گروهی دیگه هم خواهیم داشت در تاریخ 7 اپریل، یک شنبه 7 اپریل، و سعی میکنیم که توی این مجموعه این چند جلسه با همکاری همیشگی آقای تجلی از مجموعه کوالیوست و همکاری جدیدی که با آقای میرحمدی از مجموعه فیوژن تکس داریم در امسال، بتونیم بیشترین میزان فرمای مالیاتی رو برای دوستان فایل کنیم. من یه چند تا نکته در رابطه با جلسات گروهیمون بگم که تا انتهای جلسه برای دوستان کمک کننده باشه. در واقع یکی این که همونطور که همیشه اعلام شده، اولویت این جلسات با افرادی هستش که برای اولین بار هست دارن مالیاتی کنن. برای همین برای نظم بیشتر جلسه، اگر دوستانی هستن که سالهای گذشته میدونیم که با ما فرم پر کردن، سوالاتشون رو لطفا بذارن برای آخر جلسه. یه نکته که باید تو جلسات گروهی در ذهنتون داشته باشین اینه که حالا میبینین در روال جلسه آقای تجلی صفحهشون رو شیر میکنن روی نرم افزار برت سیمپل، جلو میریم و قدم به قدم توضیح میدن که توی هر مرحله چی باید نوشته بشه، به چه صورت باشه. یه کمی صبر میکنن تا دوستان اطلاعات رو وارد کنن و بعد وارد صفحه بعد میشیم. خیلی مهم هستش که دوستان اولا همزمان با جلسه جلو بیان. بعضی از افراد ممکنه خب اطلاعات بیشتری داشته باشن. اگر جلو جلو بریم و بعد سوالاتی مطرح کنیم که هنوز بهش نرسیدیم، متاسفانه وقت امکان پاسخگویی تو اون لحظه نخواهد بود. و اگر که شرایط برای بعضی از دوستان که حالا مجرد هستن یا متأهل هستن ممکنه متفاوت باشه، دوستان مجرد بعد اون قسمت هایی که افراد اطلاعات همسر و وابستگانشون رو وارد میکنن کمی صبور باشن تا همه با هم برسیم و بعد دوباره وارد مرحله بعدی بشیم. این یه نکته بود. نکته بعدی این که حتی امکان دوستان سعی کنن سوالات شخصیشون رو نپرسن، به این صورت که اگر سوالی راجع مالیات یا حالا برگشت های مالیات یا هر سوالی که مستقیما با قدم هایی که تو این جلسه داریم میریم جلو ارتباط نداره رو لطف کنیم بذارین آخر جلسه، وقتی که فایل ها انجام شده، کار تموم شد، یه مدت زمانی رو میذاریم برای اینکه دوستان بتونن سوالاتشون رو بپرسن. اگر سوالی راجع به مراحلی که داریم جلو میریم دارین، لطف کنین تو قسمت چت بنویسین. من هستم، آقای میرحمدی هم هستن، تا دقایق دیگه به ما ملحق میشن. تو قسمت چت سوالات رو به دوستان پاسخ میدیم تا جایی که امکانش باشه. و همین، من این نکات رو گفتم که خدمتتون بگم. خیلی مهم هستش که برای نظم جلسه سوالات رو فقط مختص به همون صفحه و همون قسمتی که روش هستیم نگه داریم تا بشه به همه دوستان در آن واحد اطلاعات رو یکسان داد. این جلسه داره ضبط میشه ولی ویدیوش به همین شکل توی شبکه‌های اجتماعی ما منتشر نخواهد شد. یه قسمتایی هست میشه، به خصوص اگر سوالات دوستان سوالات شخصی باشه اونا حذف میشه و بعد به صورت یک فایل آموزشی روی یوتیوب قرار خواهد گرفت، روی وبسایت پندم قرار میگیره و بعدا دوستان میتونن بهش مراجعه کنن برای فایل کردن تکسای خودشون، یا اگر دوستانی دارن که میخوان بهشون معرفی کنن میتونن اونجا انجام بدن. برای من نکته دیگه ای ندارم. آقای تجلی هم در جلسه هستن. آیت جان اگر که لطف کنین شما، اگر نکته هست که من جا انداختم لطفا شما بفرمایید که بعد دیگه ریش و پیچ رو میسپاریم دست شما. شکرم کارو جان. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم همگیتون خوب باشید و سلامت. عید نوروز رو به همگی تبریک میگم. کارو جان، من دو تا نکته رو به نظرم اومد بگم قبل از اینکه ورود بکنیم به خود نرم افزار. نکته اول این که دوستان توجه کنن این نرم افزار رو که ما توضیح میدیم برای تکس های ساده هست. حتی خود نرم افزار برای تکس های ساده نیست، هر تکسی رو میتونید باش انجام بدید، ولی ما فقط فیچرهایش رو جلو میریم که تکس های ساده هست، تکس های دانشجوها هست، تکس های افرادی که حالا یک به دو تا تی فور دارن، تعداد محدودی مثلا تی اس تی پای مختلف دارن. بعد به خدمتتون عرض کنم که کسایی که اوبر دارن، کسایی که مالیات های سلف امپلوید دارن رو ما توضیح نمیدیم اینجا.
کسایی که درآمدهای خارجی دارن ما اینجا توضیح نمیدیم. اینها رو توجه بکنید، اگر احیانا شما جز دستون افراد هستید این ممکنه که یه قسمت هایش رو ما توضیح ندیم براتون و قاعدتا سوالات رو هم نمیدیم پاسخ. این از این نکته. بعدی من دوست دارم یه مقدار توضیح بدم در خصوص سیستم مالیاتی کانادا خیلی کوتاه برای کسایی که سال اولشون هست. حالا من حدس میزنم تعداد زیادی از دوستانی که اینجا هستن سال اولشون باشه، پس بهتر هست که یه توضیحات مختصری داده بشه. ببینید سیستم مالیاتی کانادا به این شکل هست که افراد بالای 18 سال خودشون موظفن که هر سال مالیاتشون رو به دولت اعلام کنن. اتفاقی که میفته اینه که بعضی از دوستان توجه ندارن که سیستم خود اظهاری هست، یعنی که دولت به شما اعتماد میکنه، قوانین و مقررات رو اعلام کرده، نرم افزارها هم قوانین رو داخل خودشون پیاده سازی کردن. این وظیفه شما هست که مالیاتتون رو خیلی درست و دقیق فایل کنید. حالا یک سری از دوستان این کار رو نمی کنن و میگن که خب ما مثلا این کار رو کردیم سیاره قبول کرد. میگیم نه، سیاره قبول نکرده، سیاره کاری نداره به شما، شما کارتون انجام دادید، ولی اگر یک روزی بفهمه تا 7 سال بعد میاد سراغ افراد و افراد باید برای چیزایی که کلیم کردن بتونن مدرک نشون بدن. این ممکنه که امروز بیاد با در مورد یک فردی مثلا آدیت بکنه، 7 سال قبلش رو میتونه بیرون بیاره. اینی که باید هر چیزی رو که شما کلیم میکنید باید رسیدهاش رو داشته باشید و اینکه هیچ وقت این حرف رو نزنید که دیگران این کار رو کردن و شد. نه، نشده، دیگران کردن فعلا آدید نشده، این رو حواستون باشه. این نکته بود که خیلی خیلی ما بهش میرسیم که میگن که ما شنیدیم این کار رو کردن، میگیم این کار نمیشه. میگم پس چرا بقیه کردن؟ این بقیه میتونن این کردن، ولی این دلیل نمیشه این کار درست باشه. پس این رو دقت بکنید، وظیفه شخص شما هست که اطلاعات درست و دقیق رو بدید. من بیشتر از این توضیحی ندارم. کاوه جان اگه فکر کنی چیز دیگه جا مونده که باید بگیم یا توضیح بدیم به من بگو، اگر نه اینکه بریم سراغ نرم افزار. خب من ادامه میدم. پس به نرم افزار صفحم رو شیر میکنم. خب من امیدوارم الان همه صفحه من رو داشته باشم. بله بله میتونیم. فکر کنم صفحه اشتباهی رو شیر کردم. الان با صفحه ویب سیمپل من باشه، درسته؟ بله همون صفحه‌ای که اولم شیر کردین مال ویب سیمپلتون، علی ندا رضا مهسا. آها خیلی خب. من فکر کردم اون موقع اشتباه شیر کردم، چون این ور روی یک صفحه من داره نشون میده صفحه رو، من فکر کردم اشتباهی شیر کردم. خیلی خب. ببینید دوستانی که سال قبلشون هست وقتی که وارد نرم افزارشون شدن با یک صفحه این چنینی مواجه شدن، اسم خودشون و احتمال همسرشون هست، یا اگر برای کسای دیگه هم فایل کرده باشن اسمشون. اینا اسمایی هست که ما پارسال استفاده کرده بودیم. کسایی که سال اولشون هست احتمالا فقط همین رو دارن. خب من با همین شروع میکنم. فرض میکنم که ما جدید هستیم و شروع میکنم با مثلا یک اسم جدید، حرکت میکنم. حالا اسم پروفایل رو شما هرچی دلتون خواست میتونید بذارید، لزومی نداره حتما اسم خودتون باشه، اسم چیزی، ولی خب حالا اسم بذارید، اسم خودتون بذارید بهتر هست. با این اسم شروع میکنیم و حرکت میکنیم. خب فرست نیم رو میدیم، میدل نیمتون آپشنال هست اگه کسی داره. عموما سعی کنید که اگر ندارید چیز اضافه ای نزنید، چون که ممکنه به بیرون یک سال اولشون هست ممکنه به اصطلاح اشکالاتی رو ایجاد بکنه.
مثلا من قضایی میزنم، اینجا میپرسه میگه ساپورت میخواد یا نمیخواد. به نظر من بزنید ساپورت نیاز ندارید. خب وقتی که رسیدید به گزینه ای که کدوم به اصطلاح ورژن رو انتخاب بکنید، خب اینا ورژن های پولی هست، برای نرم برای تکس های پیچی تتر، ورژن بیسیکش برای مالیات های ساده هست، ورژن صفر به اصطلاح پرایس صفر هم داره که ما با همون پرایس صفرش میخوایم جلو بریم که دوستان هزینه ای رو نخوان پرداخت کنن. خب اینجا دیس آف برستون رو باید وارد کنید، تاریخ تولد رو وارد میکنید. خب اینجا استانی که توی 31/12 اونجا بود، فرضاً اگه دوستانی اومدن مثلا یه مدت مونترال بودن بعدن اومدن مثلا اتاوا یا مثلا تورنتو، اونها استانی که 31/12 اونجا بودن ملاک هست. اگر بعد از 31/12 شما وارد استان اونتاریو شدید و قبل از 31/12 شما در استان مثلا کبک بودید، اینجا استانتون کبک میشه، علی‌رغم اینکه شما همچنان الان در اونتاریو هستید. این رو باید دقت بکنید. و حالا اینکه شما 31/12 مثلا رفتید مونترال اونجا بودید، حالا به هر دلیلی، این منظور این نیست، منظور اینه که اونجا استبلیشمنت برای زندگی داشتید، خونه اجاره کردید یا دانشگاهی بودید، در صورت بحث استبلیشمنت زندگیتون اونجا بوده، منظور اون هست، نه اینکه اونجا بودید. مریتال استاتوس رو من مریض میذارم، چون حالا میدونم خیلی از دوستانی که هستن سینگل هستن، ولی چون ما کیسایی داریم که مریض هستن و فرزند دارن، ما مریض رو هم انتخاب میکنیم. خب اینجا برای دوستانی که سالهای بالاتر هستن، سال اولشون نیست، میتونن که از سیاره اکانتشون اطلاعات رو بیارن. کسایی که سال اولشون هست چنین امکانی رو ندارن، چرا؟ چون اصلا اکانت سیاره ندارن، بعد از اینکه مالیاتشون رو فایل کردن تازه میتونن برای اکانت سیارهشون اقدام کنن، فعلا اکانتی ندارن. و ما هم چون فرض میکنیم که اغلب افراد سال اولی هستن، این گزینه رو سکیپ میکنیم، و ولی دوستانی که دارن میتونن از این گزینه استفاده کنن، کانکت سیاره بزنن و اطلاعات رو از سیاره فراخونی کنن. تمام T4 ها، T5, T20202، حالا تمامش نه ولی به احتمال زیاد اغلبش هست، بعضی ها ممکنه که نباشه، بعد اونایی که نباشه رو دستی وارد میکنن. خب اینجا میخواد که شروع بکنه به ورود اطلاعات T4. شما کانتینیو رو میزنید و اینجا تی اسلیپ ها رو میتونید انتخاب بکنید و وارد بکنید بر نفر اول. مثلا میگید که شما چیا دارید؟ تی فور دارید؟ دانشجوها تی فور ای دارن؟ من با تی فور ای کاری ندارم. کسایی که اکانت اف اچ اس ای باز کردن تی فور اف اچ اس ای دارن که من با این کاری ندارم فعلا، ولی اگه داشتیدم پیچیدگی نداره، انتخاب کنید، خیلی پیچیدگی نداره، اینها رو باش کاری نداریم. T4 Old Age Security یا RSV ممکنه که T5 داشته باشید. کسانی که از بانک به صلاح چیزی دریافت کردن و بقیه رو هم من انتخاب نمی کنم، مثل T5008 و T5007. البته T5007 قاعدتا ممکنه بعضی ها تو این گروه داشته باشن، کسایی که ممکنه که ولفری یا کمک مالی چیزی از گاورمنت گرفته باشن، یا کسایی که از WSIB پول گرفته باشن ممکنه که 5007 رو داشته باشن که میتونن انتخاب بکنن، پیچیدگی خاصی اضافه نمیکنه به کار ما. خب اینجا بحث کپیتال گین، کپیتال راست لاس هست که ما واردش نمیشیم. رنتال اینکام که عرض کردم ما توضیح نمیدیم. رنتال اینکام منظور اجاره که دادید نیست، یعنی کسایی که خونه ای داشتن و خونهشون رو به اجاره دادن، درآمد اجاره منظوره. و کسایی که بیزنس اینکام داشتن، از جمله کسایی که اوبر کار کردن، بیزنس اینکام بر محسوب میشه که باید این گزینه رو
به اصطلاح انتخاب بکنن و از اینا خب ما چیزی رو نه انتخاب نمی کنیم. سلف امپلوید نبودید، اگر جاب داشتید می نیستید. بله من جاب داشتم. بیزنس داشتید یا سلف امپلوید بودید؟ نبودم. استودنت بودید؟ فرض میکنید که بودن. ریتایرد و آن امپلوید رو من فعلا ازش میگذرم. و حالا اینجا برای کسایی هست که فرزند دارن، ما فرض میکنیم که فرزندم داشته باشن و اینکه مدیکال اکسپنس هم میزنیم، به خاطر اینکه اغلب دانشجوها پولی رو برای اوهیب، برای ببخشید یوهیب، برای یوهیب و بیمه های دانشگاه پرداخت میکنن. دونیشن اگر دونیشنی بوده اینجا وارد این رو میزنید که دونیشن داشتید یا نداشتید. و اون اهم هم من کاری باش ندارم فعلا، فرض میکنیم و افراد خونه ای ندارن. اینها رو من باش کاری ندارم. کسایی که کرگیور کردیت دارن یا چالکر رو ممکنه بعضی ها داشته باشن برای بچه هاشون، که این رو کلیک میکنیم و ترید پرسون ها رو ما کاری نداریم باشون چون تکسش متفاوت هست. بله اگر تویشن پرداخت کردید، پست سکندری تویشن، شهریه به دانشگاه، که من فرضم این است که اغلب شهریه به دانشگاه پرداخت کرده باشن، من اون رو میزنم. بعد به خدمتتون عرض کنم که این رو من باش کاری ندارم. هنیوال یونیون دوز رو آشکاری ندارم، ولی اگه احتمالا برای پی این جی یا مواردی از این دست پرداخت کردید اینو میتونید داشته باشید. اونایی که روی سینه لونشون اینترست دادن، من این رو پیک نمی کنم، فرض این است که اغلب سال اولی هستن یا اگر هم سالای دوم سوم هنوز به این قسمت نرسیدن. برای دیسیبیلیتی رو ما کار نمی کنیم اینجا، در نچه این رو کاری باشی نداریم. RRSP رو عموما ما کاری باش نداریم، فرض میکنیم ندارید، ولی اگر هم داشتید پیچیدگی ایجاد نمیکنه، اینو کلیک میکنید، فقط یه اسلیپ RRSP هست وارد میکنید. خب اینم که برای کسایی که تو اونتاریو هستند و خونه ای رو اجاره کردن، این رو حتما کلیک بکنید. من اغلبتون میدونم خونه ای داشتید یا اجاره خونه داشتید. اینم که به خیلی ها نمیخوره، بحث های خاص خودشو داره که من واردش نمیشم. خب کسایی که سالهای از بالا بیام، خب اینو میزنیم. حالا اینجا شما باید یه ایمیل آدرس، حالا تا اینجا اگر رسیدید از اینجا شروع میکنیم برای اینکه اطلاعات رو وارد کنیم. آیا جان میشه یک دقیقه اگه صبر کنین دوستان، بعضی عقب افتادن برسن. باشه باشه حتما. سلام جناب تجلی عزیز، من نمیدونم که اجازه دارم که سوال بپرسم یا فقط باید تو چت این سوال بنویسم. بله بله عذرخواهی میکنم. بله حتما. خب اینجا دوستان ایمیلشون رو وارد کنن. بعد سین نامبرشون رو باید وارد کنن. خب سال تولد رو که وارد کردیم، زبان مورد نظرشون رو وارد میکنن. و اینم گفته های برای فردی که از دنیا رفته که این رو ما جواب نمیدیم یا نو میذاریم. خب این قسمت برای اکسس کد هست، نت فایل اکسس کد. کسایی که سال دومشون هست
روی نوتیس ها و اسسمنت سال قبلشون یه دونه نت فایل اکسس کد هست که اون نت فایل اکسس کد رو از اون نوتیس فایل بردارن و اینجا وارد کنن. کسایی که سال اولشون هست این رو خالی بذارن. خب اینجا میرسیم به آدرس. خب قسمت اول میگیم کیرا، اگر دوست دارید اسمتون بالا بخوره روی نامه میذارید، اگر نه اینکه اوکیه. مثلا یونیتتون رو میزنید، آپارتمان نامبرتون، شماره واحدتون، هر چیزی که هست، و اینجا استریت نامبرتون رو میزنید مثلا، بعد و اینجا استریت نیم رو میزنید. خب اینجا اسم و شهر رو میزنید و استان رو انتخاب میکنید، پستال کد رو هم اینجا میزنید. خب یه شماره نامبری باید وارد کنید. البته اختیاری هست ولی بهتره وارد کنید. این رو باشگاهی ندارین، کسایی که میخوان آدرس پستیشون خارج از کانادا باشه این رو میزنن و آدرس پستی خارج کانادا رو وارد میکنن. خب کسایی که تمام سال رو در کانادا بودن، یعنی 2023 رو اینجا یس میزنن، ولی کسایی که وسط سال وارد شدن توی 2023 اینجا رو نو میزنن. و بعد گزینه دوم براشون باز میشه، میگه آیا شما در طول سال 2023 وارد کانادا شدید، ایمیگرنت هستید، ایمیگریت کردید به کانادا؟ میگید بله. حالا ایمیگریشن از هر مدلی میتونه باشه، دانشجویی باشه، ورک پرمیت باشه، هر مدلی. خب اینم که یس میزنید. خب حالا میگید که چه تاریخی وارد شدید در 2023؟ مثلا میگید من 2 مارچ 2023 وارد کانادا شدم. خب اینجا از شما دو تا سوال میپرسه وقتی که شما این رو انتخاب میکنید. میگه Canadian Source Incometون چیه؟ این برای کسایی است که قبل از اینکه وارد کانادا بشن از داخل کانادا درآمدی داشتن. اتفاق میفته، خیلی احتمالش کمه ولی اتفاق میفته. مثلا فردی از قبل مثلا در کانادا خونه داشته، خونش اجاره داده بوده، قبل از اینکه وارد کانادا بشه خونه خریده بوده، یا نه ممکنه بعضیا قبل از اینکه وارد کانادا بشن با یه شرکت کانادایی داشتن به صورت ریموت کار میکردن، درآمدی داشتن. اون درآمد رو اینجا وارد میکنم قبل از ورودشون، یعنی مربوط به درآمد ژانویه و فوریهشون، چون مارش اومدن اینجا. بعد میگه فارین سورس اینکامتون، یعنی درآمدهایی که قبل از ورودتون برای ژانویه و فوریه ولی مال کانادا نبوده، مال خارج از کانادا بوده. مثلا کسی که از ایران اومده درآمد ایرانش، میگه درآمد 2 ماهه اول سال در ایران چقدر بوده. مثلا شما میگی من $1000 درآمد داشتم. ممکنه هیچ درآمدی نداشتی چون 2 ماه بوده، اصلا تو 2 ماه ممکنه شما داشتی جمع جور میکردید بیاید کانادا، هیچ درآمدی نبوده، اینجا رو صفر میذارید. خب اینم که پروینس رزیدنسیتون توی 31 دسامبر توضیح دادم، اونتاریو میذارید و میگه اگر احیانا تو طول سال شما پروینستون رو عوض کردید تاریخ موبتون رو بنویسید. مثلا ممکنه فردی در استان بریتیش کلمبیا بوده، بعد مثلا توی جون بلند شده اومده مثلا استان اونتاریو رو انتخاب کرده برای زندگی. خب اینجا اون 25 جون رو میذاره اینجا. خب میلینگ آدرستون با خونتون یکیه، حالا میگیم یس یا نو. اگر میلینگ آدرستون متفاوت هست نو میزنید، اگر یکی هست خب که میزنید. بعد خب
اینم میگه شما الان تو کدوم استان هستید. خب قاعدتا ممکنه شما سیرک که 12 اونتاریو بودید الان تو استان دیگه هستید، ممکنه نه شما سیرک که 12 اونتاریو بودید الان هم اونتاریو باشید که به هم ترتیب میزنید. خب اینجا شما انتخاب کردید که آیا شما مریض هستید؟ گفتیم بله مریض هستید. گفته Do you want to prepare your return together؟ این سوال بسیار مهمه. دوستانی که همسرانشون باهاشون نیستن اینجا، مریض هستن ولی همسرشون ایرانه، هنوز نتونسته بیاد، یا در سال 2023 نتونسته بوده بیاد، بعدا اومده، برای اون سال نمیتونه همسرشون مالیات پر کنه، اینجا رو نو میزنن. ولی دوستانی که میخوان همزمان مالیات خودشون و همسرشون رو به اصطلاح با هم پر بکنن، اینها باید اینجا رو یس بزنن و بعد یه حالا اطلاعات همسرشون رو وارد بکنن. حالا یه پارتنر براش انتخاب کردیم، میگه آیا توی سال 2023 شما ازدواج کردید؟ اگر توی 2023 ازدواج کردید یه سو میزنید، تاریخش رو وارد میکنید، اگر قبلش بوده نو میزنید، دیگه من فرض میکنم نو باشه. گفته آیا فرزندی دارید؟ میگیم بله. میگه که شیر کاستودی دارید با همسرتون؟ شیر کاستودی برای کسایی هست که فرزند دارن ولی فرزندشون با همسرشون یا همسر سابقشون به صورت شیرد هست، یعنی بعضی موقع فرزند پیش ایشون هست بعضی موقع پیش همسرشون هست و شیرد کاستودی دارن، ولی کسایی که با هم زندگی میکنن این جواب نو میشه، یعنی که فرزندشون با خودشون هست و زن شوهر با هم دارن زندگی میکنن. خب کسایی که بار اولشون هست که دارن مالیات پر میکنن حتما این رو یس بذارن، این خیلی مهمه یادتون نره. میگه Are you filing an income tax return with the CRA for the first time؟ اینجا رو یس بزنید، یعنی بار اولین بار هست که دارید مالیات رو فایل میکنن. سیتیزن کانادا هستید؟ نه. البته من میگم نه، اگه کسایی هستن بزنن یس. من فرضم اینه که این فردی که ما داریم براش پر میکنیم یا اغلب کسایی که ما داریم پر میکنیم سیتیزن کانادا نیستن. میگه توی به صلاح رجیستر ایریا بودید برای بررسی ایندیان اکت، اون برای کسایی است که توی رزرو ها هستن نیستن؟ نه. بعد این برای کسایی که دارایی بالای 100 هزار دلار دارن نمیزنیم، چون ما فرضمون بر این بود که مالیات های ساده رو انجام داریم بگیم. ضمنی که من یه نکته بگم، کسایی که سال اولشون هست برای سال اول میتونن این سوال رو کلا جواب ندن و نبزنن. آیا خونه ای رو فروختید؟ خونه ای که پرینسیپال رزیدنتتون باشه؟ ما میگیم نه. میگه که آیا هیچ پراپرتی رو فلیپ کردی که اینا رو من ازش میگذرم؟ یعنی خونه ای رو زیر یک سال فروخته باشی، خریده باشید و زیر یک سال فروخته باشی. اکانت FHSA رو در موردش صحبت کردم، اگر باز کردید اینجا یس میزنید، اگر باز نکردید که هیچی نو. و اینکه آیا در زندان بودید یا نه، بیشتر از 90 روز. انشالله همه نو میشه جوابش. خب و اینجا هم میگه آیا شما Did you live outside one of the census metropolitan؟ میگیم نو. اغلب شماهایی که هستید خارج از اون سنسس متروپولیتن نیستید. اینها رو تعریف کرده کجا هستن، میگه اگه خارج از اینجا بودید شما ها اینجا رو یس بزنید، ولی عموما کسایی که در مثلا اتاوا، گتینو، فلان زندگی کردن اینها خارج از اون سنسس متروپولیتن نبودن. اینجا هم میگه که آیا میخواید ارگانتون رو برای ارگان دونیشن اهدای عضو با شما تماس گرفته بشه؟
میتونید یس بزنید، میتونید نو بزنید، به خودتون ربط داره. اونتاریو تریلیومتون رو میگه که will you or your partner، میخواید برای اونتاریو تریلیوم ثبت نام کنید، یس رو بزنید کسایی که به ویژه اجاره پرداخت میکنید. میگه آیا میخواید رجیستر کنید برای اکانت سیاره؟ به نظرم یس رو بزنید و رجیستر کنید. البته الان نمیتونید، بعد از اینکه مالیاتتون فایل شد میتونید. البته بگم این رو نو هم بزنید بازم میتونید، خیلی نکته مهمی نیست اینجا. و اینجا میگه آیا میخواید ساین اپ کنید برای اینکه سیاره به شما ایمیل بفرسته؟ میگید بله و ایمیلتون رو اینجا وارد میکنید. این کار رو بکنید که سیاره به شما ایمیلاش رو بفرسته. خب این هم از این. خب این برای نیوکامر هاست، میگه که همسر شما، پارتنر شما میزان نت اینکامش قبل از به اصطلاح یک ماه، یعنی چون دو ماه این فرد وارد کانادا شده، میگه قبل از یک ماه چقدر بوده، حالا هر چقدر بوده میذارید، ممکنه صفر بوده باشه. میگه آیا همسر شما دیسبیلیتی داره؟ نو، چون اینا میره تو جزء تکس های پیچیده. میگه آیا با هم زندگی کردید؟ اینجا کسایی که با هم هستن خب با هم میزنن، کسایی که همسراشون جدا هستن ازشون در کانادا نیستن اینجا نو میزنن. خب اینجا میگه که ببینید وقتی که شما پارتنر دارید ممکنه که یک سری امانت هایی رو بین شما، الیجیبل امانت هایی رو بین شما منتقل کنه. میگه اگر نمیخواید نرم افزار این کار رو بکنه اینو کلیک کنید، که به نظرم کلیک نکنید، بذارید این کار رو انجام بده. و خب حالا میان اطلاعات فرزند رو وارد میکنید. سین نامبر فرزند نیازی نیست وارد کنید اگر زیر 18 سال باشه، پس این رو خالی میذاریم و نت اینکام هم قاعدتا نداره، صفر میزنیم و دیسیبیلیتی رو هم فرض میکنیم که نداره. ادوپشن اکسپنس رو ازش میگذاریم. این هم که همین کلیم ایلیجیبل رو بذارید. و اینکه میگه شما برای آیدا هزینه مهد کودک دادید، چایلد کیر اکسپنس داشتید، فرض میکنیم که داشتید. اینجا میگه اسم چایلد کیر رو بدید، مثلا میگیم مثلا سی اچ سنتر مثلا. و خب اگه فرد باشه یعنی سنتر نباشه باید سین نامبر اون فرد رو بدید. اگر بوردینگ اسکول بوده باشه یا کمپ بوده باشه اینجا میگید بله کمپ بوده، اگر نه خب کمپ نبوده، سامر کمپ یا اوورنایت کمپ مثلا. و مثلا میگه این برای چند هفته گذاشتید بچه رو توی مهد کودک، میگید مثلا 10 هفته، چقدر دادید؟ 1000 دلار مثلا. اینا همه افهامی است که میذارم. خب این هم که میگه آیا به عنوان امرجنسی والنتیر پول شما دریافت کردی، که فرض میکنیم چیزی نبوده. میگه که any earning supplement received as a qualified as earn income، که اینا رو من ازش میگذرم، این سایر درآمدهایی هست که شما باید
اعلام بکنید. خب حالا میرسیم به تیفورها. من یه پاز کوچیک میدم، اگر سوال چیزی هست پاوه جان من در خدمت شما و دوستان هستم. رامی جان نمیدونم به ما پیوسته یا نه، اگر رامینم پیوسته نکته رو باید اضافه بکنه تو این فاصله، من یه موقع جا انداخته باشم ممنون میشم رامی جانم اضافه کن. بسیار عالی، مرسی آیا جان. فقط همین یه توقفی داشته باشیم تا دوستان برسن، عالی میشه. خیلی خوب، میریم سراغ بحث T4. اینجا دوستانی که T4 دارن میان اینجا T4شون رو وارد میکنن. مثلا ممکنه از دانشگاه کالتون شما TA بودید و یه T4 گرفتید، کالتون یونیورسیتی. خب باکس دهش که میگه مال کدوم استانه، میگه استان اونتاریو بوده و اینا کاری نداریم. باکس 14 رقمی هست که شما دریافت کردید، مثلا 10,000 دلار دریافت کردید. بقیه باکس ها رو نگاه میکنید، اگزکتلی مثل همون چیزی که توی باکس ها هست میزنید. معمولا باکس 17 باید خالی باشه، باکس 18 تون ممکن یه رقمی توش باشه، باکس 20 احتمالا خالیه، باکس 22 تون احتمال داره یه رقمی داشته باشه و اینا رو شما وارد میکنید. باکس 24 تون احتمالا رقم داره، باکس 26 احتمالا رقم داره و باکس های دیگه اگر رقمی بود اینجا شما وارد میکنید. حالا اومد این فردی دو تا تیفور داره، علاوه بر این تیفور از یه جای دیگه هم کار کرده. مثلا ممکنه که مثلا این فرد توی شرکت XYZ هم کار کرده باشه. خب اینجا هم به همون ترتیب میریم جلو. این توی همون اونتاریو بوده، 5,000 دلار هم از اینجا گرفته و اینجا هم ممکنه که یه سری اطلاعاتی موجود باشه توی اونا رو هم وارد میکنه و اگر باز هم تیفور دیگه ای بود اون تیفور ها رو هم میتونید اضافه کنید. خب بعدیش T4A هست. من یه کوچولو صبر میکنم، اگه دوستانی دارن T4شون رو وارد میکنن وارد کنن، اگر وارد شد بعدش من میرم برای T4A. میشه الان تا ثبت میکنیم یه بار برگردیم، اگه به هم نمیریزه یه بار برگردیم اون صفحه اولی که فرما رو انتخاب کردیم دوستان ببینن کجا بود؟ این فرما رو اول اول انتخاب کردیم موقعی که داشتیم اینجا بودیم، منیج تکس فرم. ببخشید، توی منیج تکس فرم من تیپ و اسلیپ ها رو اونجا انتخابش کردم، اون اول اول. الان فکر نمی کنم منو برگردونه به اونجا از شروع که اومدم، ولی کسی احتمالا اضافهش نکرده باشه از این بالا میتونه از اد تکس فرم میتونه اضافه کنه یا میتونه از همینجا نگاه بکنه. اگه تی فور اسلیپ نیست اونجا وارد، اگر هست که روش کلیک بکنه تی فور اسلیپ رو براش میاره. خب دوستان عموما احتمال زیاد از دانشگاه خودتون تی فور ای دارید. البته تی فور ای مخصوص کسایی هست که احتمال اسکالرشیپ گرفتن یا آر ای گرفتن.
من فرض میکنم حالا باز این فرد علاوه بر TA که داشته RA هم داشته از دانشگاه و اینجا میزنی خب معمولا RA ها توی باکس 105 هستن. خود 105 رو بزنم توی این بله، این باکس. برام عددش. بله درست شد. دوستان پس توجه کنید اغلبتون باکس 105 دارید، داخل اینجایی که خورده باکس، باکس 105 بزنید. حالا اگه باکس دیگه هم ممکنه باشه، ولی عموما برای دانشجو باکس 105. و وقتی که زدید اینجا خیلی مهم هست که این رو بیارید بر اساس نوع استودنتتون انتخاب کنید. اگر فول تایم استودنت هستید اینو باید بذارید روی فول تایم، اگه پارت تایم استودنت هستید روی پارت تایم، و اگر سایر موارد هست انتخابش کنید. عموم شما دوستان به صورت فول تایم استودنت هستید. این من اشتباه زده بودم دوستان، پاکش کردم. پس اینجا باکس 105، اینجا رقمتون رو وارد میکنید و اینجا نوع اسکالرشیپتون رو انتخاب میکنید که عموماً اسکالرشیپ های دوستان فول تایم هست. خب اگر شما دو تا تی فور ای داشتید که بعضی از دوستا آر ای داشتن، اسکالرشیپ هم داشتن، دو تا تی فور ای گرفتن، هر دو تاش رو وارد میکنید. دوباره یه دونه دیگه از تی فور ای میزنید و اون رو وارد میکنید. خب قسمت بعدی تی 5 استیتمنت هست. اگر شما در بانک حسابی داشتید، حساب سیوینگ که به شما پولی پرداخت کرده باشه بابت اینترست، اون اینترست در قالب T5 بانک برای شما میفرسته. اما اگر رقمش کم بوده باشه، عموما بسیاری از بانک ها زیر 50 دلار رو دیگه T5ش رو صادر نمی کنن. اگر T5 براتون صادر شده که خود T5 رو وارد می کنید، اما اگر صادر نشده هم شما موظف هستید که T5تون رو اعلام بکنید. من حالا فرض میکنم T5 صادر شده، مثلا شما از CIBC T5 گرفتید، معمولا T5 اگه اینترست گرفته باشید باکس 13ش عدد هست، مثلا ممکنه 150 دلار تو باکس 13تون باشه، یا نه ممکنه خودتون حساب کرده باشید مثلا 40 دلار اینترست گرفتید، این 40 دلار رو در باکس 13 وارد میکنید. اگر حساب جوینت بوده باشه، این حساب با همسرتون جوینت باشه، اون موقع شما میتونید اینجا بگید که 50% این مال من بوده، 50%ش مال همسرم بوده. خب این عموم تی اسلیپ ها تموم شد، ولی ما الان هنوز ایژوکیشن رو وارد نکردیم، تی 22 صرف دو رو که ببینم اگر در ادامه داره. اینجا چرا نیومده؟ با اینکه انتخاب کرده بودیم. خب اد تکس فرم رو میزنیم برای دوستان دانشجو. چرا این مجید نمیاد کنه؟ نه توی شلمانتمون اومده اینجا دوستان، خودش هست. پس من دیپندنت رو فعلا میزنم. خب اطلاعات فرزند رو وارد کرده بودیم قبلا، مجددا یه چکش میکنیم، دارم که وارد کردیم، پس با این کاری نداریم، میایم قسمت تویشن. خب دوستانی که دانشجو بودن یس رو میزنن، اینجا فرم تی 2202 براشون باز میشه و اینجا فرزند دانشگاه کالتون بوده، شهریه که داده، و میزان تویشن فی رو اونجا میتونید نگاه بکنید از باکس 26. مثلا ممکنه که 15000 دلار
باکس 26 بوده و اینجا نگاه میکنید باکس 24 و 25. اگه 24تون عدد داره اینجا وارد میکنید، اگه 25 عدد داره اینجا وارد میکنید. فرض میکنیم که دو سمستر فرزن بوده اینجا. خب این دیسابیلیتی رو که گفتیم فرض میکنیم نباشه. و این برای سال قبله، ما کاری فعلا بهش نداریم دیگه. تو سال قبل هم شما دانشجو بودید، کسایی که دانشجو بودن میگن بله، که این برای که آن یوستیوشن مانتتون رو بیاره. اگر کسایی به مال سال قبل بودن و از گزینه اوتوفیل استفاده کرده باشن، خود به خود این اعداد پر شده. اگر گزینه اوتوفیل انتخاب نکرده باشید، باید از نوتیس آف اسسمنت سال قبلتون آن یوستیوشنتون رو اینجا وارد کنید. من این رو فعلا ضرب نمیدیدم. همینطور کانادا ترینینگ لیمیتتون رو، کسایی که سال دوم هستن باید نوتیس سال قبلشون رو نگاه بکنن ببینن آیا کانادا ترینینگ لیمیت دارن یا نه. اگر داخل نوتیسشون عددی بود 250 دلار یا ممکنه 500 دلار مثلا عدد باشه، اون عدد رو اینجا وارد میکنید. خب اینجا میگه از این شهریه که داری آیا میخوای به همسرت منتقل بکنی یا نه. اگر همسرتون درآمد داره میتونید این رو بهش منتقل بکنید. البته اینجا برای پرنس گراند پرنس گذاشته که میتونید و پارتنرتون. حالا پرنس و گراند پرنس من وارد نمیشن چون به اونها هم میشه منتقل کرد، ولی فرض میکنیم که بخواید به همسرتون منتقل بکنید در صورت که ایشون درآمد مشمول مالیات داشته باشه، برای اینکه مالیات اون فرد رو کم کنید. قسمت بعدی اون تریلیون بنفیت هست. میگه کدومتون میخواید تریلیون بنفیت رو کلیم بکنید؟ من کلیمش میکنم مثلا. میگه که آیا میخواید نورتن آنتاریو انرژی کردیت رو داشته باشیم. برای کسایی که تو قسمت نورتن آنتاریو زندگی میکنن، ما با این کاری نداریم، این رو فعالش نمی کنیم. خب اینجا به شما میگه که آیا شما پراپرتی تکس دادید یا رنت. من فرض میکنم اغلب دوستان رنت پرداخت کرده باشن، مثلا شما 10,000 دلار اجاره پرداخت کردید تو طول سال، اجارتون رو اینجا وارد میکنید. اجاره برای چی؟ برای پرینسیپال رزیدنت، اینجایی که توش زندگی کرد. حالا بعضی ها ممکنه پراپرتی تکس داده باشن، خونه مال خودشونه، رنت نداشته ولی پراپرتی تکس داشته که اینجا وارد میکنه. خب میگه اگر توی رزرو بودید، هزینه هایی که برای انرژی هم داشتید رو اینجا وارد کنید که ما از این میگذریم. اینا برای کسایی است که توی لانگ ترم کیر بودن، من ازش میگذرم. و اگر شما توی خوابگاه دانشگاه بودی باید اعلام بکنید اینجا یه اسپات بزنید. اگر رزیدنت هستید، جایی که هستید استودنت رزیدنت هست، یس میزنید. اگر نه، خونه بیرون اجاره کردید، از اشخاص یا از کامپانی ها اجاره کردید، اینجا رو نو میزنید. این هم یه گزینه هست. میگه اگه میخواد تریومتون رو یک جا تو سال 2025 آخر دوره جون 2025 بگیرید، اینو یس بزنید، چون تریوم یه پرداختی ماهانه است، ماه به ماه به شما میدن. اما بعضی دوست ندارن چون رقمش کمه، 40 دلار 50 دلار حالا مال بعضی اون که 60 70 دلار باشه، دوست ندارن رقمای اینجوری بگیرن، این رو انتخاب میکنن، همه رو جمع میکنه، آخر دوره یک جا بهشون پرداخت میکنه. این گزینه دیگه گزینه خودتون است که میخواید ماه به ماه بگیرید یا آخر دوره. خب این هم گفتیم اگر این آدرسی که افراد دارن میزنن یه لانگ ترم کیر هست، باید اینجا رو کلیک بکنن و آدرس جایی رو هم که اصطلاحش آدرس پرداخت کردید رو، اجاره پرداخت کردید و اینجور وارد میکنید. حالا من فرض میکنم این فرد همون جایی که الان زندگی میکنه دقیقا همون جایی هست که
پارسالم بوده، ولی بعضی ها ممکن این آدرسه با آدرس خودشون فرق بکنه. میگه چند ماه اینجا بودی؟ خب ایشون از ماه مارچ وارد کانادا شدیم، 10 ماه در این آدرس بوده. اسم صاحبونتونم مثلا هرچی که بوده میزنید. خب ببینید اینجا یک سوال رو میپرسه، میگه که آیا شما فردی هستید با درآمد بالاتر، چون که برای چایلد کیر اکسپنس فردی از خانوار میتونه اون رو کلیم بکنه که درآمدش پایین تر باشه، ولی یه استثنا داره. اگر همسر شما دانشجوی فول تایم بوده باشه یا پارت تایم برای یه مدتی، شما میتونید که اون رو کلیمش بکنید. که البته خب حالا تو این گزینه ما گفتیم که این فرد خودش دانشجوه، ولی اگر هر دو هم دانشجو باشن، باز اونی که هایر اینکام هست میتونه کلیم بکنه. اینجا رو اگه خواستید کلیم بکنید یس میزنید، و اگر نه که اینجا رو نو میزنید. در صورتی یس بذارید که در شما درآمدتون بالاتر هست، یا اون فردی از خانوار که درآمدش بالاتر هست دانشجو نیست و اون یکی که درآمد پایین تری داره دانشجو هست، در اون صورت می رو یس بزنید برای اون فردی که درآمدش بالاتر هست. خب این برای سم بود. حالا میاد سراغ همسرتون. ما دیگه رسیدیم تقریبا به آخرش. حالا میایم برای همسر. دوستان توجه بکنید، این اشتباهی بود که سالهای گذشته بعضا تکرار شد، که افراد فکر کرده بودن وقتی فایل میکنن مالیات خودشون رو نفر اصلی فایل میکنه، نفر دوم هم یعنی همسرش هم مالیاتش فایل میشه. خواستم به شما بگم که اینجوری نیست. هر کسی یعنی دو بار باید مالیات فایل بشه. الان ببینید مالیات همسر، مالیات سم آماده شد، ما حالا باید مالیات همسرش رو آماده کنیم، و بعدا موقع فایلینگ هم یعنی موقع سابمیت یک بار باید مال سم سابمیت بشه و یک بارم مال مسی سابمیت بشه. خب نام رو دادی، نام خانوادگی، ایمیل آدرس اینجا وارد می کنید، بعد سیم نامبر همسر رو وارد می کنید، تولدشون رو وارد می کنید، زبان یعنی همون اطلاعاتی که ما قبلا برای فرد اول وارد کردیم برای همسرش هم وارد می کنید. عین هم باشه، اینجا فقط استیت نامبر رو میزنیم. اینجا هست خب تلفن آدرس رو وارد میکنید، تلفن رو وارد میکنید، میگه آیا آدرس نان کنیدین دارید؟ میگی نه. میگه تمام دوره رو
ایشون اینجا بوده، میگیم نه، فرض میکنیم که همسرم بعدا وارد شده و بعد میگه که آیا شما ایمیگرنت هستید، میگیم بله، اینجا رو هم یس میزنیم و بعد تاریخ ورود ایشون رو وارد میکنیم و فرض میکنیم هر دو با همدیگه دوم مارچ وارد کانادا شدن و ایشون هم درآمدش قبل از ورود درآمد سورس کانادا رو نداشته، درآمد ایرانش هم مثلا زیاد نبوده، مثلا یا صفر بوده یا مثلا 100 دلار در ماه درآمد داشته، یه ماه دو ماه مثلا. خب میگه توی کدوم استان اومدید؟ میگه اونتاریو. میگه اگر تو استان دیگه بودید از اونجا اومدید اونتاریو بزنید، که ما میگیم نه. میگه آیا آدرس خونه و آدرس پستیتون یکیه؟ بله، فرض میکنیم یکی باشه. کجا فعلا زندگی میکنید؟ اونتاریو. اینها دقیقا هم سوالاتی بود که برای نفر اول ما پاسخ با اطلاعات همسرش که خودش وارد شده. آیا برای اولین بار هست که مالیات رو فایل میکنی؟ بله. سیتیزن کانادا هستی؟ نه. آیا پرسنی هستی که رجیستر هستی under Indian Act؟ نو. دارایی بالای 100 هزار دلار؟ نه. خونه ای که پرینسیپال رزیدنت باشه شما فروخته باشی؟ نه. آیا فلیپ کردی خونه؟ نه. اکانت FHSA باز کردی؟ کسایی ممکنه باز کرده باشن ولی پول داخلش نگذاشته باشن توی 2023، اینجا یس بزنن. و اینکه توی زندان بودی یا نه، نبودن. اینم آیا خارج از اون سنسس متروپولیتن هستی؟ میگیم نه. میخوای به ارگان اند تیشو دانر رجیستری اسمت داده بشه؟ چون میگه نه، قبلی گفاره. میخوای که برای رجیستر کنی برای اکانت سیاره؟ میخواد. برای آنلاین میل سیاره چی؟ بله. و اینجا میلتون دوباره وارد میکنید. خب اینجا هم گفته که درآمد سنه قبل از اینکه بیاد کانادا چقدر بوده، که اگه یادم باشه 1000 دلار زدیم این بر. دیسابیلیتی داره؟ میگه آیا همسر شما دیسابیلیتی داره؟ میگیم نه، نداره. با هم زندگی کردید؟ بله. و اینجا هم گفتم اگر نمیخوایم که چیزی بینشون رد بدل بشه، این رو تیک میکنیم، که من توصیه‌ام اینه که تیک نکنید. این هم اسم فرزندشون و اطلاعاتش که قبلا وارد شده. خب حالا میایم اینجا، این همون تی فایو بود که وارد کردیم، 150 دلار که گفتیم 50 درصدش مال همسر سم بود، این بعد توی مالیات مسیح نشون داده میشه اینجا. خب حالا میتونیم اینجا تکس فرمای دیگه رو اگه میخوایم اضافه کنیم.
اینجا اومد که به من اجازه بده T4 و T4A انتخاب کنم برای این هم. و اینا رو انتخاب نمی کنم براش. عرض میکنیم فقط جاب داشته ایشون. الان باید اینجا به من اجازه بده که بله این درست شد. الان میتونم T4 رو وارد کنم. خب ما برای ایشون هم حالا فرض میکنیم T4ی باشه، فرض کنیم ایشون هم در مثلا ZXY کمپانی کار میکنه و مثلا 20,000 دلار هم درآمدش هست، باکس 10 رو انتخاب میکنه اونتاریو. مثلا اینجا خب این هم اطلاعات T4 ایشون هست. حالا من T4 رو زدم ولی فرض میکنیم نداره T4، فقط خواستم که موقع اضافه بشه و یه T5 هم فرض میکنم، T5 که وارد شده بهش. بسیار خب اینجا میاد الان. اگر تا اینجا سوالی هست سوالا رو بپرسید. به نظرم کاوه جان بریم یه مقدار روی بحث سوالات و بعد بریم روی بحث ریویو و اپتیمایز. مبلغ FHSA رو اینجا یه T4 داره، T4 FHSA اینجا این رو میزنید و وارد میکنید. فقط توجه بکنید در صورتی میتونید T4 FHSA رو وارد بکنید که T4ش رو داشته باشید و اینکه مطمئن باشید که قبل از 2023 پول وارد کردید. اگر حساب رو 2023 باز کردید ولی در 2024 پول واردش کردید، فقط همون تیک اولیه که گفتم رو میزنید دیگه، اینجا FHSA رو وارد نمی کنید. ولی فرض کن حالا مثلا شما با RBC یه FHSA باز کردید که فرزن توی باکس 18 مثلا شما عدد دارید، مثلا 2,000 دلار پول گذاشته. دونیشن رو کجا وارد بکنید؟ دونیشن اگه داشتید اینجا بیاید توی قسمت، اجازه بدید اد تکس فرم رو اگر بیارید اینجا میتونید دونیشن رو بزنید. دونیشن هم گیفت باز میشه و اینجا میگید که به کجا دونیت کردید، مثلا به چریتی دونیت کردید، دیسکریپشنش مثلا پول به پند داده شده فرزن و مبلغ 100 دلار. هزینه پزشکی رو باید وارد کنید. درست میگم هزینه پزشکی رو نگفتیم. خب دوستانی که دانشجو هستن به ویژه هزینه مدیکال داشتن، هزینه مدیکالشون شامل بیمه های هزینه پرداخت بیمه ها هم میشه. خب شما اینجا اد تکس فرم رو اگه بزنید در قسمت مدیکال، مدیکال اکسپنس رو انتخاب بکنید. خب توی قسمت مدیکال اکسپنسز مثلا شما به یوهیپ پول پرداخت کردید،
خب حالا هر کدومتون که مثلا بوده، نه این ببخشید اینجا اسم فرد هست، مثلا سم داده، نمیدونم چرا باز نمی کنه برای من پیدا وارد کنم. آها خیلی، اینجا add another expense رو بزنید براتون وارد میکنه. مثلا شما پول برای یوهیپ دادید، این رو واردش میکنید، مثلا هم $500 فرزن هزینه یوهیپتون شده، دوباره اکسپنس دیگه ای داشتید، خب یا مثلا اینا رو رگولار میزنید. خدمتتون ارز کنم که اینجا احتمال الان باز شد برای من. بله ممکنه برای گرین شیلد مثلا شما پول داده باشید، بکنم جی اس ای میخوره یا چیزی، فرضاً $700 هم اینجا پرداخت کردید، این رو هم میتونید کلیم بکنید. و اگر هزینه پزشکی دیگه بوده، مثلا دندون پزشکی بوده، برای دنتال پولی پرداخت کردید، برای دنتالتون رو هم اینجا فرضاً $1000 هزینه دنتال دارید، اینها رو هم اینجا وارد کنید. دوستی سوال کرده بودن هزینه های مووینگ رو کجا بزنیم. اگر شما هزینه مووینگ داشته باشید، باز دوباره باید بحث مووینگ رو اضافه کنید اینجا، هر تکس فرم میکنید هزینه مووینگ، ولی قبلش باید حتما در مورد مووینگ و اینکه چه هزینه‌ای رو میتونید دیداکت بکنید مطالعه بکنید. این خیلی مهم هست و ما اینا رو نمیگیم. یک فرم هست اینجا، این فرم مووینگ رو باید پر بکنید، از جمله موقع هزینه های موینگتون رو میتونید چک کنید. گفتم برای دونیشن باید نامه از اون سازمان گرفته شه. بله حتما باید نامه گرفته بشه. بله گفتن اگه یوهیپ برای خودم و همسرم هست یک جا وارد کنم. بله میتونید یک جا وارد بکنید. هزینه دندون پزشکی رو میتونید تا قسمت مدیکالتون بزنید. در خصوص پرسیدن که حساب سیوینگ مقدار کمی سود میدن، از کجا متوجه شدین؟ حساب سیوینگتون رو نگاه بکنید، میتونید توی حساب بانکیتون ببینید که چقدر مثلا اینترست پرداخت شده. عموما عرض کردم بهتون T5 میدن عموما، حالا اگه T5 زیر $50 باشه بهتون نمیدن. خودتون میتونید یه نگاهی بکنید، یه جنگ بزنید این ترست ها رو و وارد بکنید. معمولا تعدادش نباید زیاد باشه. میشه همزمان مالیات دو شهر رو پر کرد اگر بین دو تا شهر بوده، به شهر نیست به استان هست، ولی اگر بین دو تا استان بوده، استانی که پرینسیپال رزیدنت شما اونجاست باید به اون استان پر کنید. اگه فرضاً کسی در اتاوا داره زندگی میکنه، زندگیش اینجا مستقر شده ولی میره مونترال و برمیگرده، باید مالیات اونتاریو رو پر کنه. برای اجاره گفتن پروف لازم هست. بله حتما باید قرارداد باشه یا نامه از صاحب خونه که این پول پرداخت شده، حتما اون نامه رو باید نیاز دارید شما. گفتن که اگر ما اتوفیل کرده باشیم بخش RRSP یک موارد ورده، باید چیزی توش پر بشه. نه RRSP معمولا دیداکشن های شما رو نشون میده، کار خاصی نیاز نیست بکنید. حساب TFSA رو سوال کردن، نه TFSA اصلا نیازی نیست وارد مالیات بشه، باهاش کاری نداریم. هزینه یوهیپ رو گفتیم، FHSA رو گفتیم. گفتن من $5000 ریفاند میزنه، وقتی که پستات رو میزنن میشه $200. دوستان وقتی که T2202 تون رو وارد میکنید یا وقتی که اعلام میکنید که فول تایم استودنت هستید، دیگه در چیز رو نمیتونید بگیرید، کانادا ورکر بنفیت رو نمیتونید بگیرید، در نتیجه ریفاندتون میاد پایین. این رو دقت کنید. و ضمن اینکه اگر T4A دارید دقت بکنید که T4A تون رو روی فول تایم بذارید اگر فول تایم استودنت هستید. دیگه
اجاره رو که گفتیم، برای مالیات کبک گفتن این نرم افزار مالیات کبک رو هم انجام میده، ولی ما خب کبک رو تخصصش نداریم، توضیح نمیدیم. فرمای تی 21 25 رو گفتن که عرض کردیم اینها رو اینجا نمیدیم، چون که کلا اصلا این نرم افزاری که ما داریم با سیستم رایگان بدیم اجازه بهمون نمیده. از بیمه دانشگاه رو گفتیم. چایلد کر گفتن شامل چه مواردی میشه؟ چایلد کر شامل هزینه برای دیکر، برای بچه، زمانی که شما دارید کار میکنید، هزینه های بیفور اند افتر اسکول رو میتونید کلیم بکنید و هزینه سامر کمپ رو. ولی هزینه کلاس ها و دورهایی که بچه رو میفرستید که شام به صورت سامر کمپ نباشه نمیتونید کلیم کنید. خب دارایی بالای 100,000 دلار رو سوال پرسیدن که اون از شامل مالیات ساده نمیشه. کسایی که چنین چیزی دارن، من توصیه میکنم حتما از متخصص مشورت بگیرن، خیلی مهم هست. برای رنت فقط میپرسم محل وارد کردن رنت توی همون فرمایی که بالاتر بود قسمت اجاره هستش، اونجا میتونین تو قسمت تریلیوم هست، اگه خواستن اینجا تریلیوم رو سرچ بزنن توی ادفورم، اونتاریو تریلیوم بنت اینجا رای این ایشون چون پارتنرش داره کلیم میکنه، خودش نمیتونه، میریم روی سم کلیم کرده. اینجا ملاحظه بکنید که یه قسمت بیدیوش. قسمت تریلیون بنفیت هست به اینجا وارد شد تو این قسمت. حالا دوستان که به اینجا رسیدید، بحث ریویو و آپتیمایز رو میزنیم. ریویو و آپتیمایز، خب اینجا یک سری ایرور بهتون میده، ایرور ها رو باید فیکسش بکنید. فیکس رو میزنید، گفته که Did you live with anyone other than Massey that support the child? No. این برای child care expense بود. بعد دوره برمیگردید، دونه دونه باید برگردید اینها رو چک بکنید. خب ببینید چه ایرادی گرفته. اینجا اکانت FHSA بوده، ایشون باز کرده یا نه؟ میگیم yes، چون من نو زده بودم، بعدا براش T4 FHSA باز کردم، این دو ایراد گرفت. خب دوباره بریم ببینیم که چه ایراداتی میگیره. این فرم رو من باز کردم که فرم مووینگه، ولی ما اینجا باش کاری نداریم، من رو دیلیتش میکنم. خب اینم که گفته آیا میخواید سنوات قبلتر رو هم شما چیزی میخواید فایل کنید که ما میزنیم نه، و این رو میبندیمش. خب اینم گفته که مال همسرتون ابتدا کامل کنید قبل از اینکه فایل کنید، درست هم میگه، هر دو باید تمام آپتیمایز و ریویو رو برید و همه رو درست بکنید. گفته اگر موو کردید آدرس رو عوض کنید، که اینم هیچی موو نکردیم. گفته اگر تی پر ای و هر چال بولی فلان، اینم هیچی. گفته که
تی فور ایتون رو وارد نکردید که تی فور ای نداشته فرض میکنیم. employment expense رو که اینا رو داره به ما میگه، میگه داشتید یا نداشتید که من کاری باش نداریم. دیجیتال نیوز رو کاری باش نداریم ما. کانادا لرنینگ بوند رو ما باش کاری نداریم. خب این هم که گفته اگر توی زندان بوده یا توی اسکول بوده، که گفتیم که اگر توی اسکول بوده ایشون که پردرآمدتر هست میتونه کلیمش بکنه. عرض میکنیم که حداقل با 4 ماه فول تایم استودنت بوده باشه که نفر بالاتری بتونه چایلد کر اکسپنس رو کلیم بکنه. دوستان دونه دونه ریویو کنید ببینید که چه داده. دایرکت دیپازیت این رو یادم رفت بگم، اگه دوستانی میخوان که از طرف سیاره ریفاند هاشون به حسابشون ریخته بشه میتونن اینجا بزنن و دایرکت دیپازیت رو ایجاد بکنن برای خودشون. آه نه، با نتفایل نمیتونید دایرکت دیپازیت ایجاد بکنید، من حواسم نبود، ببخشید. پس این هم هیچی ازش میگذاریم، بعدا که اکانت سیارتون رو باز کردید برید دایرکت دیپازیتتون رو فعال کنید. خب اینم از این. حالا برمیگردیم روی نفر دوم. به این نفر اول یعنی در واقع همسر، یکی از همسرها رو ما ریویو کردیم، الان نفر دوم رو ریویوش رو میزنیم، ما آپتیمایزش میکنیم. خب این که نو میشه، گفته که های سالهای قبل از چیز رو میخواید انجام بدید. بعد خب این هم که همون سواله، میگه مطمئن بشید که همسرش همه وارنینگ ها رو جواب داده که داده. گفته اگر شما موف کردید آدرستون رو چنج کنید. اینا داره چیز میگه، گفته که تی فوری داشتید یا نه، میگیم نداشتیم. میگه آره ای اس پی اگر داشتید، دریافتی داشتید، اون رو بزنید که اسلیپ رو بابتش نداشتیم. اینم گفته employment expense اگه داشتید، اون حتما در مورد employment expense من یه توضیح بدم. امسال کسایی که میخوان employment expense کلیم کنه حتما باید فرم T2220 داشته باشن. سالهای قبل بدون اون فرم هم میشد از طریق روش های فلات، اون روش ها دیگه نیست، این رو دقت داشته باشید. اینم من باش کاری ندارم. کانادا لرنینگ بوند با هم من باش کاری ندارم. خب دیگه الان میگه برید برای سابمیت. فقط دوستان توجه بکنید که حتما حتما چند تا کار رو بکنید. سیف پی دی اف رو بزنید، سابمیت که کردید حتما حتما هر دو رو سابمیت کنید. اونایی که زوج هستن الان این روی سمه، سم سابمیت کرد، برای مسی سابمیت نمیشه، تاکید میکنن دوباره باید بیاد روی مسی برای اون هم سابمیت بکنید و حتما یه کپی برای خودتون نگه دارید. این رو دقت. اگر احیانا به هر دلیلی نشد سابمیت بکنید آنلاین، میتونید از اینجا پرینت بگیرید و به صورت و با پست بفرستید، ولی ترجیحاً سعی کنید سابمیت آنلاین بکنید. و همینطور برای همسرش، یعنی فرض میکنیم این الان سابمیت شد، چون این فرضیه من نمیتونم سابمیت کنم، شما سابمیتتون انجام بدید، این هم الان آماده سابمیت هست، میام رو قسمت سابمیت، چون من سامریش رو دیدم، همه چیش رو انجام دادم، روی قسمت سابمیت میام و اینجا ریویوش هم تمومه. یه دونه البته ایراد گرفت حالا تو همین فاصله،
این فرم من پاک کرده بودم که خب بله این هم آماده سابمیت هست. میاد اینجا و سابمیت تکس ریترن رو میزنید، حتما سیف کنید یه PDF برای خودتون، یادتون نره، لازمتون میشه. اعدادش برای ساختن اکانت سیاره این رو، این PDF رو شما لازم داشت دارید. خب دوستی سوال کردم، من دانشجو بودم نصف سال بعد شروع کردم به کار کردن ورک پرمیت، میتونم اپلای کنم؟ نه خیر، نمیتونید اپلای کنید اگه فول تایم استودنت بودید. دیگه من نکته ای ندارم. کاوه جان اگر سوالی هست من هستم خدمت دوستان، میتونیم چند دقیقه رو بذاریم برای پاسخ سوالات، من شما و آرامین اگر موافق باشید. سوال دوستان، سوالات من دوستان رو فقط جواب بدید. ببخش بس هفته مجددا به دوستان، چون هی میپرسن چند بار تکرار شد، این جلسه برای خود اشتغالی و برای بیزینس و اوبر نیستش و اونو باید در حالا یا با آقای تجلی وقت بگیرین یا با آقای میرحمدی یا با دوستان دیگه ای که کار مالیات میکنن و به صورت جداگانه، اونا جزء مالیات های پیچیده هست و به اون شکل باید انجام بشه. دقیقا کاوه جان درست میگی و با توجه که پیچیدگی داره، اگر خودتون خواستید انجام بدید حتما توصیه میکنم قبلش در موردش مطالعه کنید، چون که نکاتی هست توی مالیات های خود اشتغالی باید لحاظ بکنید. درسته که با نرم افزار میتونید برید جلو، ولی اگر خیلی از نکات رو ندارید ممکنه چیزایی که میتونید کلیم بکنید رو کلیم نکنید، یا بعضا به اشتباه چیزایی رو که نمیتونید کلیم بکنید رو کلیم بکنید که بعدها ممکنه باعث بشید که آدیت بشید و نتونید تو آدیت اون مدارک لازم رو ارائه بکنید و مشکلات که حالا بعدا براتون پیش خواهد اومد. دوستان میپرسن اگه میشه راجع به کانادا ورکر بنفیت یه توضیحی بدین اگر میشه. کانادا ورکر بنفیت یک ریفاندبل تکس کردیتی هست، به افرادی که کار کرده باشن پرداخت میشه، ولی فول تایم استودنت ها مشغولش نمیشن. به خاطر همین وقتی که شما میزنید ما دانشجو هستیم، دیگه به شما تعلق نمیگیره کسایی که حالا دانشجو باشن. اینه که به خاطر همین به محض اینکه شما اعلام میکنید T2202 تون رو وارد میکنید، میبینید که یا یه رقمی از ریفاندتون کم میشه، که نگرانش نشید، این به خاطر اینکه شما فول تایم استودنت بودید. سوالی هم راجع به خریدن ماشینه، اینکه آیا میتونن مالیاتی که اون اینترستی که روی وامشون میدن رو کلیم کنن؟ نه، کسایی که ماشین رو برای مصرف شخصی دارن استفاده میکنن نه، ولی کسایی که با ماشینشون اوبر کردن بله میتونن، یه پورشنش رو میتونن، پورشنی که باهاش اوبر کردن به همون میزان میتونن کلیم کنن. بسیار عالی. یکی از دوستان پرسیدن برای آیا دانشجوها میتونن برای Employee and Partner GST HST Rebate Application اپلای کنن؟ ریبیت نه نمیتونه، ریبیت اپلیکیشن ریبیت ها برای افراد خاص هست، برای نان رزیدنت هاست که شاید خاص داره، نه برای دانشجو نیست. قبلا میشد در الان دیگه نمیشه. دانشجو قبلا میتونستن ریبیت تستی اپلای کنن، ولی فکر میکنم از که 10 سالی هست که دیگه نمیشه. جلسات خب ما الان اینجا هست، جلسه بعدی ما شنبه 6 اپریل هست که جلسات حضوری هست. این همه وقتا پر شده ولی اگر کنسلی داشته باشیم اعلام میشه که دوستان بتونن وقت بگیرن. جلسه آنلاین بعدی 7 اپریل هست، اگر کسی رو میشناسیم که میخواد شرکت کنه میتونیم بهش معرفی کنید. و دو جلسه هم 14 و 21 اپریل هست که اونها هم الان همه وقتاش پر شده ولی باز روی کانال تلگرام و حالا اینستاگرام و وبسایت پند اعلام میشه اگر که وقتی آزاد شد و دوستان بتونن ثبت نام کنن. مرسی، مرسی از همگی، مرسی آیا جان، مرسی رامین جان خواهش میکنم، قربون شما، و خدافظ همگی، یک شنبه خوبی داشته باشید. قربون شما، خدافظ، روزتون بخیر. خدافظ.